سدوسن نصر امروز هم یکی از مهمترین نمادهای اسلام سنتگرا تو جهان امروز هستش و تو شهر واشنگتن زندگی میکنه، تو دانشگاه همین سخنان و همین ایده ها رو تدریس میکنه. دومین فردی که من بهش در اینجا اشاره میکنم سید احمد فردی هستش. عذر میخوام. فردی کاریکاتوری از آرای هایدگر رو گرفته بود و تو دهه 40 و 50 پرورش میداد. مریدای زیادی برای خودش درست کرده بود. جلال رحمت اعتراف کرده که واژه قبض زدگی رو از احمد فردید گرفته بود. از فردید برای شرکت در جلسات دولتی دعوت میکردن. اولین بارم واژه قبض زدگی رو فردید توی یکی از جلسات دولتی مطرح کرده. خود فردید در این باره میگه مثلا همین کلمه قبض زدگی را در نظر بگیرید. در دوره آقای درخشش وزیر وقت آموزش و پرورش جلسه یا سمیناری یا چیزی شبیه به آن تشکیل شد تا به بررسی مبانی آموزش و پرورش بپردازند. عنوان جلسه دقیقاً این بود: بحث در مبانی آموزش و پرورش. و در آن بسیاری از صاحب نامان مثل آقای دکتر تسلیمی، دکتر راسخ، دکتر کاردان، مرحوم جلال آل احمد و عده دیگری که آنها اغلب روانشناس بودند شرکت داشتند. خب بنده را هم دعوت کرده بودند. بنده هم به شهادت آقایان مطالبی را عنوان کردم که همین مطالب باعث کشیده شدن اصل بحث به زمینه‌های دیگری گردید. یکی از این زمینه ها غرب زدگی بود. بعد مرحوم آل احمد به اشاره و القاعات من مقالتی را نوشت و غرب زدگی را مطرح کرد و به این ترتیب بحث سطحی در مبانی آموزش و پرورش به مقاله آل احمد انجامید. گرچه آل احمد این شامت را داشت که به طور تلویحی بگوید غرب زدگی و عنوان آن از شخص من نیست، ولی به هر صورت این قضیه توانست سر و تعقیب شود. البته غرب زدگی به آن صورت که مطرح شد از دید من بی اعتبار است، چون من استنتاج دیگری از آن دارم. خب رژیم شاه به فردید مجال میداد تا فردید این نظراتش رو تو رسانه های رژیم شاه تبلیغ کنه. در سال 1350 یک برنامه هفتگی ثابت تو تلویزیون شاه به فردید دادن. این برنامه عنوانش بود درآمدی به حکمت معنوی. حدود 10 ماه هم ادامه داشت برنامه هر هفته. در سال 1355 علیرضا میبودی یک گفتگوی بلند با احمد فردید انجام داد که تو روزنامه رستاخیز چاپ شد، تو روزنامه رستاخیز شاه. او تو بخشی فردید تو بخشی از این مصاحبه میگه، گفته قرآن پدیده‌ای بسیار بزرگ در مقابل شرک یونانی یعنی زندقه و متافیزیک است. قرآن در برابر شرک یک نیروی عظیم پایدار است. فلسفه یاراوی آن را ندارد که تمدن اسلامی را بغلطاند و بر آن مستولی شود. غرب زدگی به محض ورود به این تمدن متوقف می شود. در پاسخ به مجله بنیاد که در تیر ماه 1357 از فردید به یه دیگه پرسیدن بهترین کتاب هایی که تا حالا خوندی چی کتاب هاییه، فردید پاسخ داده بود تو زمان شاه: کلام الله مجید کتابی است که امروز و دیروز و همیشه برای من بهترین بوده است. من حتی گاهی اگر شعری از حافظ نقل می کنم به سبب پیوند خاص او با کلام الله مجید است. خب برخی حتی گفتن که فردید در نوشتن ایدئولوژی حزب رستاخیز هم نقش داشته. در سال 1356 در برنامه‌های تلویزیونی این سو و آن سوی زمان که توسط علیرضا میبودی اجرا شد، باز به احمد فردید فرصت داده شد تا بیاد و این نوع مدعیات خودش در رابطه با غرب و اسلام و تو تلویزیون شاه و ملکه که دست رضا قطبی بود مطرح بکنه. در یکی از اون برنامه‌های تلویزیونی این سو آن سو زمان تو سال 1956 فردی تو تلویزیون گفت: اگر من اسمی هم از هایدگر میبرم، برای اینکه میدیدم دوباره میخواهد برگردد و بگوید هر آینه و به تحقیق در آینده باید کلمت الله جهان را بگیرد. درک میکردم، بارها به رفقایم گفتم که این حرف در هایدگر مرد و نگو. محمد مددپور یکی از شاگردهای فردید بود که درسهای اونو جمع‌آوری کرد یه میزانی شد و تحت عنوان کتاب دیداد فرهی و فتوحات آخر زمان منتشر کرد. مددپور به یک نکته نیکوی اشاره میکنه. میگه که انجمن شاهنشاهی فلسفه و مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها تحت تاثیر اندیشه‌های فردید بودند و اینا همگی دست به دست هم دادن و به تخت رژیم شاه رو از درون نابود کردن.
به گفته اون احمد فردید، سید حسین نصر، داریوش شایگان، جلال احمد، راه ویرانی نظام سلطنت را به نحوی در قلمرو روشنفکری که مدت‌ها با توجیه نظام مدرن ضرورت آن را مستقیم و غیر مستقیم توجیه کرده بود فراهم و مهیا کردند. فردید تا سال 1373 زنده بود، حرفای زیادی زد بعد از انقلاب. یکی از حرفایی هم که زد یا کاری که می‌کرد این بود که از سخنان خودش در زمان شاه که در تلویزیون شاه، روزنامه‌های شاه بیان می‌کرد، تفسیر تماماً انقلابی عرضه می‌کرد. اینم نفر دوم. ببخشید. سومین نفر داریوش شایگان، فیلسوف دیگه ای معاصر. داریوش شایگان مرکز ایرانی مطالعات فرنگی رو در آذر ماه 1355 تأسیس کرد. این بنیاد نیز از سوی بنیاد فرح پهلوی تامین مالی می‌شد. داریوش شایگان نیز مدافع فرهنگ‌های شرقی در برابر غرب بود. دو تا کتاب مهم تو اون زمان ازش منتشر شد. اولی اسمش بود آسیا در برابر غرب و دومی هم بود بت‌های ذهنی و خاطره ازلی. داریوش شایگان در اون زمان، داریوش شایگان، اگه گفتم داریوش آشوری اشتباه گفتم، داریوش شایگان، داریوش شایگان در سال 1356 یک سمینار بین‌المللی تو تهران تشکیل داد که تیتر این سمینار جالب بود. این بود تیترش: آیا تسلط فکر غربی امکان گفتگو میان فرهنگ‌ها را میسر می‌سازد؟ خب این سمیناری بود که برگزار کردش. نگاه هایدگری شایگان به غرب و نگاه هانری کوربنی اون و تا حدودی متأثر از علامه طباطبایی اون به تشیع تعارضی با دیدگاه سید حسین نصر نداشت. شایگان تو همون زمان نوشتش، تو همون سال 56 و 57: قور چندین ساله ما در ماهیت تفکر غربی که از لحاظ پویایی، تنوع، غنای مطالب، قدرت مسئول کننده، پدیده تک و استثنایی بر کره خاکی است، ما را به این امر آگاه ساخت که سیر تفکر غربی در جهت بطلان تدریجی جمله معتقداتی بوده است که میراث معنوی تمدن‌های آسیایی را تشکیل می‌دهد. خب به گمان اون تو اون دوران عقل پرسشگر نقاد غربی ها راه به جایی نمیبره. اون چیزی که میتونه دستگیر ما باشه، کمک کننده ما باشه، نجات دهنده ما باشه، تصوف اسلامی بود. شایگان میگفتش اگر فلسفه غربی سوالی است در جهت موجود و وجود، اگر فلسفه به پرسش های چرا پاسخ میدهد، در تصوف اسلامی پرسش کننده خداست و انسان است که جواب میدهد. خب اگه قرار باشه، شایگان میگه، اگه قرار باشه که عقل جایگزین وحی بشه، همه ارزش‌های متافیزیکی نفی شد. فرهنگ سکولار، شایگان میگه، فرهنگ سکولار غربی به انحطاط فرهنگ، غروب خدایان، مرگ اسطوره‌ها و سقوط معنویت می‌انجامد. تکنیک یا فناوری و نهیلیسم غربی را میگفتش به بطلان تجدیدی جمله معتقدات ایمانی شرق منتهی می‌شود. فناوری یا تکنولوژی، میگفت شایگان، میگفت پدیده خونسایی نیست. شما امکان گزینش ندارید که بگید خوباشو داشته باشیم، بعداشو میذاریم کنار، اتکاهاش انتخاب میکنیم، اتکاهاش انتخاب نمیکنیم. میگفت این اصلا تکنولوژی پدیده خونسایی نیست. میگفت نمیتوان گفت ما تکنیک را میپذیریم از غرب و از عوامل مزمحل کننده آن میپرهیزیم، زیرا تکنیک خود حاصل یک تحول فکری و نتیجه یک سیر چند هزار ساله است. بعد میگفت هنوزم شایگان میگفت اگر راه نجات وجود داشته باشه، اون راه نجات رو باید تو اسلام، تو تشیع، تو حوزه های سنتی دینی جستجو کرد. توجه بکنید، هی تکرار میکنم، این حرفا داره تو رسانه های شاه زده میشه، تو زمان شاه زده میشه، تو نهادهای شاهنشاهی زده میشه. شایگان میگه امروزه طبقه ای که کم و بیش حافظ امانت پیشین ما است و هنوز علی‌رغم ضعف بنیه گنجینه های تفکر سنتی را زنده نگاه می دارد، حوزه های علمی اسلامی قم و مشهد است. پس تنها کسی که حافظ سنت ما هستش، میراث ما هستش، با همه نقاط ضعفش، حوزه های علمی قم و مشهد. تأکید خاصی که شایگان بر تشیع ایرانی میکنه به عنوان خاطره قومی متأثر از آرای هانری کوربن بود.
که دفعه پیش گفتم اسلام تشیع رو میگفت اسلام ایرانی. شایگان هم میگفتش که ایران در واقع در دنیای اسلامی همان رسالت را داشت که آلمان در غرب. اگر به گفته هگل مشعر تفکری را که یونانیان برافروختند آلمان زنده نگاه داشت، از چراغ امانت آسیایی در اسلام ایران پاسداری کرد. اما این نوع اندیشه‌ای که امثال سید حسین نصر داشتن، امثال شایگان داشتن، دارالشایگان و توضیح می‌کردند، نهایتاً میرسید به تایید روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه. چاره دیگه نداشت، گریز ناپذیر بود. شایگان میگفت این روحانیت شیعه آگاه‌ترین نگاهبانان و اصلی‌ترین دارایی ملت ایران هستند. اینا شایگان میگفت اگر مذهب شیعه دارایی اصلی ایرانیان است، پس بناچار روحانیون آگاه‌ترین نگاهبانان آن هستند. پس ببینید اولین نکته اینه که مهمترین و اصلی ترین دارایی ما ایرانیان مذهب تشیع، و مهمترین نگهبانان این مذهب تشیع که اصلی ترین دارایی ما ایرانیان هستش چه روحانیته. شایگان امروزه هم که تغییر کرده اما هیچگاه ضد دین و ضد مذهب نشد، همچنان مدافع عرفان و تصوفه. اما پس از تجربه 33 سال انقلاب اسلامی شایگان میگه برای ما که تو عالم عرفانیات زندگی میکنیم، عقلانیت نقدی کانتی امروزه بهداشتی‌تر از تفکر هایدگری که اون موقع شایگان ازش دفاع میکرد. نفر بعدی که من ازش صحبت میکنم احسان نراقی. مسئولیت متعددی تو زمان شاه داشت، از جمله یکی از مسئولیتاش این بود که یکی از اعضای و مؤسسان انجمن شاهنشاهی فلسفه بود. نراقی هم تو اون زمان مروج اندیشه بازگشت به خیشتن بود و از آنچه خود داشت صحبت میکرد. نام کتابش بود آنچه خود داشت. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، از شعر حافظ گرفته بود. خب اون تو 1150 از بحران غرب صحبت میکنه و بعد میگه احسان نراقی مظاهر تمدن درخشان و پربهاست، مظاهر تمدن درخشان و پربهاست، لکن استثناءاتی نیز دارد. ما حاصل ترازنامه این تمدن یک سر نفع و سود نبوده، بلکه ضرر و زیان نیز داشته است. روابط اجتماعی و ارزش‌های معنوی و زندگی اخلاقی جامعه غربی که طی قرن‌ها نظیر دیگر جوامع بشری وضع و صورت خاصی به خود گرفته بود، در قرن 20 مواجه با تحولات و دگرگونی هایی شد که ماشینیسم جدید موجب آن بود. نظیر از هم گسیختگی روابط اجتماعی، بزهکاری نوجوانان بارزترین مظهر این نابسامانی و از هم گسیختگی است. در مقاله دیگه تحت عنوان فرهنگ غرب و جامعه امروز ایران میگه که در مقابل فرهنگ غرب ما باید از مختصات هویت ملی و فرهنگی و معنوی جامعه خودمون دفاع بکنیم. نراقی در گفتگویی که با اسماعیل خویی داشته تو اون زمان میگه که در جهان امروز انسان که حیران و نگران آینده است، بار دیگر به دین و مذهب رو می آورد و بدین ترتیب این اصل قرن 19 همی باطل می شود که برای مترقی بودن آدم لازم است که لا مذهب یا بی دین باشد. اکنون ما می بینیم که در راه رسیدن به یک جامعه متعادل به هیچ وجه لازم نیست آنچه را که خود داریم از ریشه براندازه، بلکه فرهنگ و هویت ملی بزرگترین حافظ ملت‌ها در برابر هجوم عوامل و نیروهای خارجی است. نراقی ادعا داره که روش‌های سنتی که ما تو آموزش خودمون داشتیم برتر از روش‌های آموزشی مهمترین دانشگاه‌های غربیه. خودش میگه در مجله تحقیقات اسلامی که به سرپرستی لوی ماستیسیون در پاریس منتشر می‌شد، مقاله‌ای به نام نخبگان قدیم و نخبگان جدید در ایران نوشتم و در آن توضیح دادم که روش‌های آموزشی سنتی ما از بسیاری نظرها به روش‌های جدیدی که از غرب گرفته‌ایم برتری دارند.